فقط عشق میتونه نجاتم بده، اونم عشقی که از تو قلبمه. دارم عاشقونه صدات میزنم، نجاتم بده از تو این همه. دعا میکنم با دو دست حقیر، دلم لک زده واسه آغوش تو. چه بارون تندی تو چشم منه، چه احساس خوبی دارم پیش تو، چه احساس خوبی دارم پیش تو. دلم دست به دعاته، چشام همش براته، خدا به هم نگاه کن، امیدم به نگاته. دلم دست به دعاته، چشام همش براته، خدا به هم نگاه کن، امیدم به نگاته. بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم، فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو براندازیم. اگر غم لشکر انگیزد که خون عاشقان ریزد، اگر غم لشکر انگیزد که خون عاشقان ریزد، من و ساقی به هم سازیم و بنیادش براندازیم. با درود خدمت هموطنان عزیزمون در سراسر جهان، هموطنان عزیز ما که در لس آنجلس، آمریکا، کانادا، اروپا و همچنین در ایران هستن، از خداوند میخوام که خداوند مطابق فیضش تک تک شما عزیزان رو به طور خاص الان که داریم وارد سال جدید میشیم برکت بده و سال جدید سالی پر از برکت و آزادی و امنیت برای تو هموطن عزیزم و همچنین کشور عزیز ما ایران باشه. این برنامه برنامه زنده هستش عزیزان، میتوانید ما رو شیر کنید، به طور خاص اگر روی فیسبوک هستید ما رو شیر کنید با دوستانتون، یارانتون، حتما برکت خواهید گرفت و سعی میکنیم با آگاهی و اطلاعاتی که داده میشه برای ایران و ایرانیان نیز مفید باشه. همچنین درود میفرستم خدمت برادر عزیزم برادر بهروز عزیز که لطف کردن امروز با ما هستن. منم از شما تشکر میکنم که خواهش میکنم عزیزی. سلام و درود دارم به همه ایرانیان عزیز هر جایی که هستین و برنامه ما رو نگاه میکنین. امیدوارم که همیشه فیض و برکت خداوند تو زندگیاتون باشه و سال جدیدم پیشا پیش بهتون تبریک میگم. امیدوارم که امسال هم خونه خودتون رو بتکنین، آمین، هم ایران رو بتکنین، آمین، هم خونه خودتون رو از هر نوع آشغال و بدی و حتی ذهنهای خودتون رو. شما ایرانی عزیز که هنوز ذهن درگیر باورهای غلطه، اونو بتکنی، از باورهای غلط خودتو جدا بکنی و ایرانمونم یه تکون حسابی بدیم که هر چیز ناپاکی که در اون مملکت هست بره بیرون تا برکت دوباره به اون سرزمین برگرده. امیدواریم که سال بسیار خوبی داشته باشیم با اتفاقای خیلی خوب. آمین آمین. من میخوام امروز شما دعا کنید برای سال آینده ایران و هموطنان عزیزمون. اما الان به دلم افتاد که از مزمور 145 17 الی 19 که در مقابلم هستش برکت بدم تو هموطن عزیزم رو، که این رو بدون که خدا دوستت داره، خدا عاشقته. اتفاقایی افتاده که هیچ کدوم ما شاید از اون اتفاقا، از اون مسائلی که پیش اومده دل خوشی نداریم، اما اجازه نده با این اتفاقای بد جلو بریم. همون گونه که برادرم چقدر زیبا فرمودن که میخوایم اتاق تکونی کنیم، ایرانمون رو بتکونیم، بیایم فکر و ذهنمون رو از تمام بدی ها بتکونیم و اجازه بدیم که دست پر محبت خدا که امید جاودانه است در زندگی ما عمل کنیم. در مزمور 145 17 الی 19 اعلام میکنه خداوند عادل است، پس خدا به فکر و اندیشه برای من و تو هستش. اون جایی که ما آهی میکشیم، نگران هستیم، کسی دل ما رو شکسته، مشکلی تو زندگی ما، خدا عادله توی زندگی ما. خدا عادل است در جمعی طریقهای خود، پس به تمام اموری که خودش برای ما مهیا کرده، جسمی به ما داده، در مسیر جسمی ما رو حمایت خواهد کرد. اگر در ضعف هستید
بدون که قوت خدا میخواد تو رو حمایت کنه هموطن عزیزم. اگر در موقعیت بد اقتصادی هستی، بازم خدا میخواد تو رو برکت بده. عدالت خدا فقر رو نمیپسنده، عدالت خدا مریضی رو نمیپسنده، عدالت خدا جدایی و طلاق رو و سوء تفاهمات بد رو نمیپسنده. هموطنم، از او که یهوه خدای حقیقی خودت هست کمک بخوام و اعلام میکنه و رحیم در کل اعمال خیش، کل اعمال خودش، تمام وعده هایی که داده. خداوند نزدیک است به آنانی که او را میخوانند. پس بخوان هموطن عزیزم، نام یهوه رو بخوان، در نام عیسی مسیح دعاتو ببر در حضور خداوند و خدا اجابت خواهد کرد. شاید تو هموطن عزیزم کسی هستی که میگی من یک سال تموم، دو سال، سه سال از بچگی همیشه دعا کردم، نماز خوندم، برپس نذر دادم. به چه نام هایی این کارو کردید؟ اگر به نام عیسی مسیح این کارو کردید، منتظر باش، حتما خواهی گرفت. ناامید نباش. اگر به نام های دیگه بوده، عذر میخوام، توبه کن، چرا که اون نام ها فقط بت بودن. الله بته، امامزاده ها بت های کوچیک هستن. هوشیار باش، امسال باید فکرمون رو، احساسمون رو از این چیزها بتکنیم. با دروغ وارد سال آینده نشیم، با جهل وارد سال آینده نشیم، ببخشید، با مذهب وارد سال آینده نشو، با عشق وارد سال آینده شد. عشق به خدای حقیقی، عشق به خودت، عشق به خانوادت، عشق به خلق خدا. و نیز ادامه میده، خداوند نزدیک است به آنانی که او را میخوانند، به آنانی که او را به راستی میخوانند. یعنی خدا رو میشناسن، یعنی خدا برای اونها یک تعلیم نیست که از مدرسه و والدین و یک دولت مذهبی زور گفته شما باید نماز بخونید، به زور باید نماز بخونید. من فراموش نمی کنم جایی که کار میکردم، یکی از دوستای من اصلا خدا باور نبود، کمونیست بود. پدرش هم به خاطر اینکه کمونیست بود اونو اعدام کرده بودن جمهوری اسلامی. اینم میمد نماز میخوند. خب اون موقع من باور اسلامی داشتم، نماز خودم میخوندم توی محل کارم، نه به خاطر نظام اسلامی. ولی اون که نماز میخوند، به دروغ میخوند نمازو، زور بودش. عزیزان خیلی از چیزا زور بوده، جبر بوده، شاید عادت شده. مواظب باشیم، عشق عادت نیست، عشق همش تازه میشه، همش تولد تازه است. و اعلام میکنه، آرز میگه به آنانی که او را به راستی میخوانند، آرزوی ترسندگان خود، اونا که خدا رو میشناسن، اونا که میدونن خداشون کی هستش، آرزوی ترسندگان خود را به جا می آورد و تضرع ایشان را شنیده ایشان را نجات می دهد. و اگر تو هم وطن عزیزم که امروز اشتیاق نجات رو داری، اشتیاق به این داری حقیقت برات آشکار شد، اشتیاق به این داری که ایرانت آزاد بشه، کشور عزیز ما آزاد بشه، بتونیم به سرزمینمون برگردیم و بتونیم اونجا رو آباد کنیم، از عیسی مسیح فقط بخواه. مسیح تنها نامی است که زیر این آسمان است. بیاییم امروز خودمون رو فارغ از هر تعصب مذهبی کنیم. تعصب مذهبی فرق نمیکنه. اگر من به عنوان یک شخص مسیحی تعصب داشته باشم، من مذهبی هستم، راحت بشم. رابطه رو با خدا با عشق شروع کنیم و اجازه بدیم سال آیندهمون با عشق شروع بشه و ادامه داشته باشه. آمین. عزیزید، عزیزید. خب بشنویم از شما. بله. در دعا میخوام شما، آره میخوام یه دعا بکنیم. به طور خاص در روزهای خیلی حساس هستیم، میدونیم که واقعا مبادا بازم میگم مبادا ایرانی باشه نسبت به ایران بی تفاوت باشه، مبادا هموطنی چه به عنوان مسیحی و چه هر باوری، ما اول ایرانی هستیم عزیزان، هوشیار باشیم، ما همه ایرانی هستیم. اندیشه و باور ما برمیگرده به آنچرا که ایمان ما هستش. اگر ما ایرانی هستیم، ایران باید برای ما مهم باشه. من ایرانی هستم به عنوان یک مسیحی، ایشون ایرانیه به عنوان یک مسیحی، برای ما آزادی ایران مهم هست، برای ما سرنگونی این نظام اسلامی مهم هست و داریم میخواییم مبارزه کنیم. بیاییم برای این دعا کنیم که نه مبادا بین ایرانی ها یه نفر دو نفر بی تفاوت هستن. آقا ول کن، اگه آزاد شد شد، نشد نشد. مبادا باشه. ایرانی اصیل به ایران میاندیشه. هموطن عزیزم بفرمایید. یه دعای کوتاهی من بکنم، چون میخوام وقت داشته باشیم که به مطالب بپردازیم. بفرم. در نام عیسی مسیح، فرزند یگانه خداوند، آمین، میطلبم که
همه ما ایرانی ها رو به همون حکمت بده. خواهش میکنم. حکمت بده که بتونیم راه رو از بیراه تشخیص بدیم. آمین. حکمت بده که بتونیم چهره رو از نقاب تشخیص بدیم. آمین. حکمت بده که بتونیم پی ببریم به این که مفهوم آزادی چیه. حالا. و چجوری ما میتونیم به اون آزادی کامل برسیم و در آرامش باشیم. آمین. خداوند حکمت بده به تک تک ایرانی ها در نام مقدس عیسی مسیح. آمین. 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 سپاسگزارم. مرسی. شاید امروز یه مقداری اگه شما به من فرصت بدین. خواهش میکنم عزیز. کلن صحنه را از شما بگیرم. نه بسیار خوشحال میشم عزیز. ما برکت میگیریم. و امیدوارم که عزیزانم این برنامه را هم با دقت ببینن و هم نه به خاطر اینکه صحبتهای من پخش بشه، چون هدفی نیست که من مطرح بشم، هدف اینه که کشور ما ایران آزاد بشه. آمین. آمین. من میخوام، من روی سخنم با همه شما 80 میلیونی که توی ایران زندگی میکنین و بیرون از ایران هستین، هرچند که شاید الان 10 نفر 100 نفر یا 200 نفر این برنامه رو ببینن، من روی سخن من با 80 میلیون. ما 40 ساله که کشورمون به اسارت رفته، 40 ساله که اون مملکت از دست دادیم و 40 ساله که به دنبال آزادی هستیم ولی بهش نرسیدیم. درست. باید یه بررسی بکنیم که چرا ما به این آزادی نرسیدیم. میخوام یه مثال خیلی ساده‌ای بزنم. خواهشان. فرض بکنین که ما میخوایم یه مسافرتی بریم و این مسافرت، اون محلی که ما میخوایم بریم، اسمش باشه سرزمین آزادی. همه ما 80 میلیون طالب و اشتیاق اینو داریم که بریم به این سرزمین آزادی، همونطور که قوم اسرائیل میخواست بره به سرزمین موعود. ما میخواییم بریم به سمت این سرزمین آزادی، همه هدفمون همینه، ولی هر کدوم میخواد با روش خودش بره. یکی میگه با قطار بریم، خیلی سیفتره، خیلی امتره. یکی میگه نه با هواپیما بریم، خیلی سریتره. یکی میگه با ماشین بریم، یکی میگه ما 4 نفر با هم بریم. وقتی اینطوری به این ماجرا نگاه بکنیم، میبینیم که 40 سال ما فقط در یک نقطه ایستادیم و هیچ جام نرفتیم. درست. ما به آزادی نرسیدیم. راب. چون که هدف مشترک داشتیم ولی راهامون مشترک نبوده. راه ها مختلف بوده و نتونستیم توافق بکنیم که به چه صورتی ما حرکت بکنیم و به این سرزمین آزادی برسیم. بله. و این تنها مشکله. و در مقابل این، جمهوری اسلامی هم اومده ترفندایی زده که اونم رخنه کرده و اونم یه سری افکار خودش رو آورده گذاشته کنار انواع اقسام اپوزیسیونا. درست. که بعد اینا رو واقعا تشخیص داد و ما به یه نقطه نظر مشترک هممون برسیم. یک سایتی درست شده به نام راه رهایی ایران. هدف این سایت اینه که بیاد و این جمعیتی که همه مقصد و محلی که میخوان برن اون مکان آزادیه، و این افراد هر کدوم طرح و ایده‌های خودشونو دارن، این سایت میخواد بیاد این افراد رو بهشون این آگاهی رو بده که ما نمیتونیم با پیشنهاد 80 میلیون یا 8 میلیون یا 8000 نفر بریم و به این محل برسیم. درست. این سایت میخواد بیاد از بین تمام اقشار، سیاسی، غیر سیاسی، مذهبی، هنرمند، متخصص، از بین همه اینا میخواد بیاد 50 نفر انتخاب بکنه که این 50 نفر نماینده افراد مختلف باشن با راهکارهای مختلف. درست. و بعد از اون این 50 نفر بیان بین خودشون 15 نفر انتخاب بکنن و این 15 نفر با هماهنگی، با همفکری، با بررسی کردن کلیه شرایط به این نظر برسن که نه آقا، ما با قطار نمیریم، ما پیاده نمیریم، ما هواپیما نمیریم، ما اینجور نمیریم، ما به این مسیر میریم، و همه اینا قبول بکنن. درست. و همه بیان توی این مسیر و از این طریق ما حرکت خودمون رو شروع بکنیم. من مطمئنم که ما زمانی که حرکت کردیم، ما هنوز حرکت نکردیم، ما 40 سال فقط ایستادیم و به مقصد آزادی نگاه کردیم. ما بایستی به این سمت حرکت بکنیم، حرکتی که تداوم داشته باشه، نه اینکه یه مسیری رو یه مقداری بریم
یه مقداری آسیب ببینیم، دوباره همونجا بایستیم، دوباره برگردیم سر خط از اول. درست. امروز روی سخن من با دو گروهه، یکی افرادی که خب مثل من عیسی مسیح رو به عنوان خداوند خودشون قبول کردن، یک چارچوی به نام کتاب مقدس دارن، و یه مقداری هم هست این سخن برای افرادی که اصلا باور دینی ندارن و اون افرادی که باور اسلامی دارن. عزیزانی که باور دینی ندارین، بسیار خوبه. از نظر من مسیحی شما خیلی انسان آزاده هستی و این خیلی خوبه که شما میتونی بدون هیچ گونه وابستگی تو مسیر درست زندگی باشی و امیدوارم که باشی. ولی شما برای آزادی ایران باید حرکتی بکنی. شما بایستی بیای در این انتخابات شرکت بکنی، کاندیدای خودتو معرفی بکنی، براب. و بیای جلو. شما عزیز مسلمان که متاسفم که توی این 40 ساله همه ما ایرانی ها تجربه خیلی بدی داشتیم از اسلام و این تجربه ها تجربه های حقیقی بوده، یعنی اگه من تجربه بد از اسلام داشتم در توهمم نبوده دیگه، این 40 سال حقایق رو برای من روشن کرد و امروز من با یک دید کاملی اون پرونده رو از ذهنیت خودم پاک کردم. یعنی درست میگم که ثبت و سند برابر شده. برابر شده دیگه. این دیگه واقعه. من یادمه که زمان شاه یه صحبتی میشد، میگفتن که نه این اسلام نیست. خب شاید راست میگفتن، شاید اسلام زمان شاه اسلام نبود. ما موندیم، متخصصین اومدن، مراجع اومدن دیگه، ما از مراجع اسلام که بالاتر نداریم که. براب. اینا اومدن و اسلامو معرفی کردن. خب الان هم 40 سال ما داریم میبینیم. از نظر من به قول شما ثبت با سند برابر، ولی شمایی که هنوز افکارت اونجا گیره، بسیاری توی این سالها اومدن به شما گفتن عزیز من اسلام بسیار عالی، قرآن بسیار عالی، برو این قرآن رو به فارسی بخون. بله. شما هم خواهش میکنم وقت بذارین، شاید یک هفته کافی باشه، خیلی آروم قرآن رو به فارسی بخونید. بله. اگه دیدین که جوابتون رو میده محکمتر پاش بیستی، اگر هم دیدین جواب نمیده ببندین بذارین کنار. بله. چون که از نظر من ما در ایران مشکلات بسیار داریم، مشکلات ما در ایران 1-2-3 بسیاره، ولی مشکل ریشه‌ای در کشور ما اسلامه. بله. ما یه تاریخ 1400 ساله داریم، این تاریخ رو به انواع اقسام نوشتن، هیچ کجای این تاریخ ما شکوفایی نمیبینیم. تاریخ از زمان اسلام در ایران. بله. خب وقتی به قبل از اون تاریخ برمیگردیم ما میبینیم ایران یه مملکت واقعا از همه نظر حقیقتن در رأس بوده. حقیقتن. و خیلی برای من جالبه، مثلا در شاید چند ماه گذشته بسیار توی جمهوری اسلامی و وابسته هاشون و عواملشون اینا می اومدن اعلام میکردن که اصلا قبل از اسلام ایران تاریخی نداشته، اصلا کوروش یه شخص غیر واقعی بود، اصلا شخصیت حقیقی نداشت، اصلا همچی کسی رو ما نداشتیم. بعد هفته پیل اصلا من یه دفعه شوک شدم، میدونم آقای خزعلی اومده یه ویدیویشون گذاشته و اعلام میکنه که محمد از به اصطلاح نوادگان کوروش بوده، نسل محمد میرسه به نوادگان کوروش. یعنی اینا اینقدر دیگه بازم سیاست، اینقدر دیگه در واقع هیچی براشون نمونده که دیگه الان خودشون اومدن وابستگی خودشون دارن، میخوان به کوروش آویزون بشن که بتونن اعتباری برای خودشون کسب. بله. اسلام اعتباری نداره، نداشته، از روز اولش هم با زور شمشیر بوده. ولی امروز حقیقتا ما باید چیکار بکنیم؟ ما باید هممون، من مسیحی، شمای مسلمون و شمایی که هیچ گونه اعتقادی نداری، منی که طرفدار نظام پادشاهی هم با دلایل خودم، شمایی که طرفدار نظام جمهوری هستی با دلایل خودت، ماها نمیتونیم هر کدوممون بیاییم به اسمی بگیم نه اینی که من میگم، نه، ماها باید از بین خودمون کاندیدایی معرفی بکنیم مسلم. و اون کاندیدای ما با اختیاری که ما بهشون میدیم اینا بیان و در واقع اون مسیر مشخص رو انتخاب بکنن و ما به سمت آزادی بریم. بسیار. برای شما مسیحی ها من میخوام یکی دو تا مطلب از کتاب مقدس براتون ارائه بدم.
و چون بارها من شنیدم حتی از عزیزان ایماندار من شنیدم که میگن پس چرا تو خدا چشمشو بسته به این وضعیت ایران؟ این همه معذرت میخوام بدبختی، فقر، گرسنگی، زنان تنفروش، این همه مصیبت، چه تو خدا چشمشو بسته؟ خدا چشمشو نبسته، خدا داره میبینه، بله. خدا داره متوجه است، ولی خداوند منتظره، منتظره که ببینه آیا ما توی این پازل، ببینید این سرنگونی یک سیستم کلی داره، یه پازله. توی این پازل اون کسی که الان اومده رفته تو خیابون گرفتندش زندانه، اون یه قطعه بزرگ این پازله، بل. ولی رفته تو موقعیت خودش، اونجا رو رفته به ثبت رسونده. برام. یا شخصیت سیاسی که میاد یه برنامه تلویزیونی میذاره مسائل سیاسی رو مطرح میکنه، اون رفته تو جایگاه خودش، پازل رو تکمیل کرده در حد خودش. درسته. من مسیحی، شمای مسیحی، ما هم باید موقعیت خودمون رو پیدا بکنیم. موقعیت ما چیه؟ موقعیت ما این نیست که بیایم فقط اشاره بکنیم به ارمیا، بله، و یا دعا کنیم، معذرت میخوام، به رومیان، رومیان 3:13، بله، اشاره بکنیم به رومیان 3:13 و بگیم که نه، من مسیحی، اصلا من نباید کار سیاسی بکنم. شما اون آیه رو میخونی ولی نمیری پایین ترش رو بخونی که در همون به اصطلاح باب 3 آیه 14-15 میگه دولتی که خدمتگزار مردم باشه. بله، بله، دولتی که خدمتگزار مردم باشه، من مسیحی وظیفه دارم که از اون دولت حمایت بکنم. درست. ولی چنانچه دولتی خدمتگزار مردم نبود، مثل جمهوری اسلامی یک دولت ظالم بود، یعنی کتاب مقدس به من میگه که من برم در کنار ظالم بایستم؟ هاشا، هرگز همچین چیزی نیست. درسته. بله، خود رومیان باب 13 هستش. باب بیشتر 13. آره، حالا اون سنم اونو، آره، من برای همین گفتم 3:13 ناکم اشاره نشد. بله، باب 13 هست نسبت به آتیار. اما میخوام شما مطلبی که میخونید لطفا ادامه بدید. حالا میریم کلیپی هم میبینیم در تو چهارشنبه سوری هم تون داریم نزدیک بله. میشیم، میخوام مطلبی هم بگیم. اما مطلبی که برادرم گفت، همیشه دو تا انتقاد به ما میشه. کسایی که به ما انتقاد میکنن، کسایی هستن که میگن شما اینقدر مسیحی ها میگید دعا میکنین، پس چرا این خدایی که شما دارید صحبت میکنید، پس چرا کاری نمیکنه؟ چرا کاری نمیکنه؟ آیا خدا با ظلم همراه، موافق ظلم هست؟ ما رد میکنیم هرگز. کلام خدا میگه خدا خدای نیکویی است. و انتقاد دیگه ای از خود مسیحی هایی هست که متاسفانه آگاه نیستن نسبت به عملکرد یک شخصیت مسیحی و تصور میکنن مسیحیت این هست که من نجات یافتم، برم خبر خوش نجات رو به دیگران بدم بدون اینکه توجه به تاریکی های اطرافم داشته باشم و سعی کنم این تاریکی ها برداشته بشه. چون ما نور و نمک هستیم، این نور رو که ما نمیتونیم تو در پستو قرار بدیم. خود مسیح این رو میگه. پس اگر ایران ما آزاد نباشه، چگونه خبر خوش نجات میتونه به گوش مردم برسه؟ بارها ما اینو عرض کردیم که خیلی از ایرانی ها هستن میگن ما بعد از رسول آخوندا رو کنارمون داشتیم، همسایه من آخوند بود، زندگیشو دیدم، فریبشو خوردم، من چگونه به تو باور کنم که اون پشت ویترین نشستی، شلوار و کربات زدی، اونجا نشستی میگی خدا محبت است؟ خب میگم خدا برای این کشش رسول محبت دیگه، همه چی تو آمریکا همه چیز خوبه، خدا هم برای اون محبت. بعد از اون نگاه بکن تو زندگی ما. برای همین خیلی از مسیحیان انتقادشون این هست. آیا همین چند روز پیش ما یه برنامه فکر کنم با هم داشتیم، روی فیسبوک نوشته بود یه دوست مسیحی که آرش همه کشیشا اعلام میکنم ما نباید تو کار سیاست دخالت کنیم، شما دلایل بیارید. من عرض کردم دلایل ما روی یوتیوب بسیار هست، بسیار هستش و دلایل بسیاری آوردیم، نمیتونیم همه وقتمون رو بذاریم. اما الان یکی از دلایل ایشون داره میخواد بگه دیگه، امیدوارم هم در این رابطه است که ما مسیحی‌ها نمیتونیم بی تفاوت باشیم نسبت به مسائل آینده ایران. بله، بفرمایید. ببینید همون رومیان که فرمودین، رومیان 13 اشاره میکنی که باید مطیع دولت و قوانین آن باشیم، ولی در آیه 4 میگه مأمور دولت از جانب خدا وظیفه دارد به تو کمک کنم. آمین. ولی این مأمورینی که الان در ایران هستن، اینا از طرف خدا هستن؟ خیلی. یعنی این ظلمایی که داره تو ایران میشه، اینا از طرف خداونده؟ یعنی از طرف خدا کشیش هایکو کشتن؟ از طرف نیست. خدا کشیش مهدی دیباجو کشتن، میکائیلیان رو کشتن، سودمند رو کشتن و و و الان هم یه عالم ایماندارا تو زندان هستن و کلیساهای ایرانی ها، کلیسای فارسوان هم بسته شده.
خدا بسته؟ این گرسنگی که هست، این بی برکتی که هست، این اختلاسایی که میشه، این مامورین دولت اینا رو دارن با مجوز خدا انجام میدن؟ بله، اینا دارن با مجوز الله انجام میدن. الله همچین مجوزی میده. بله. چون پشت الله شیطانه و اینا ما بارها گفتیم. ولی اون خدای حقیقی طالب اینجور چیزها نیست. بله، درست. و خدای حقیقی خدای کتاب مقدسه، نه خدایی آمین. که در قرآن هست. آمین. اگر اجازه بدید، چون این مطلبی که شما درباره با سایتی که معرفی کردید که تشویقتون میکنم عزیزان روی سایت برید لطفاً، اونجا نظرسنجی شما بسیار مهم هستش که روی اون سایت برید و اون کسایی که فکر میکنید میتوانن برای آزادی ایران و آبادانی ایران دستی باشن رو به اونها رأی بدید. و این مطلبی هست که برادرمون درست کرده. این کلیپ رو ببینیم، کلیپی هم از چهارشنبه سوری خواهیم دید و برمیگردیم که قسمتی از کلام خدا رو بشنویم به توسط برادرمون. و عزیزانی بودن البته که برادر بهروز عزیزم در این قسمت هم همیشه لطف داشتن به من که به من دارن رأی میدن. من داوطلب نشدم، ایشون هم در جریان کلیسای پرستان مسیح هم میدونن داوطلب نشدم، چرا که دارم دعا میکنم. اما اگر میل به این دارید که یک ایماندار مسیح میتواند و باید در دولت آینده صدای شما هموطنان عزیزمون باشه، میتونید شما رأی خودتون رو به من بدید، اما من باید دعا کنم. اگر تو اون جایگاه قرار گرفتم برای این خدمت، اون موقع است اگر اراده خدا باشه حتما ایستادم. در غیر این صورت مشغول خدمت کلیساییم خواهم بود، همون گونه که تا به امروز هدایت شدم. اگر در این رو تو شما مطلبی دارید بگید، بریم پس بریم با هم کلیپ رو ببینیم، برمیگردیم. راه رهایی ایران، سایت www.rrmiran.com. به این سایت وارد می شویم. راه رهایی مردم ایران، آگاهی و همبستگی ایرانیان بدون در نظر گرفتن ایدئولوژی و تنها با ملیت ایرانی با هم متحد شویم. هدف ما برکناری رژیم اهریمنی جمهوری اسلامی در ایران و فراهم ساختن یک مسیر روشن برای رسیدن به دموکراسی است. در این سایت که طراحی شده با قسمت‌های مختلف، ورود به سایت، تالار همه پرسی، کاندیداتوری، بخش کاربری. درود بر شما هموطنان گرامی. جهت ارتباط مستقیم با راه رهایی مردم ایران و معرفی کاندیداهای پیشنهادی خود برای تشکیل شورای رهبری تنها کافی است از طریق روش‌های زیر با ما تماس حاصل نمایید. ارتباط مستقیم از طریق همین وبسایت، ارتباط از طریق ایمیل آدرس rrmiranch@gmail.com، ارتباط از طریق واتس اپ با شماره 201-305-98-72-500، کانال رسمی در تلگرام به آدرس @rrmiranch. در قسمت کاندیداتوری به این قسمت که وارد می شویم، شما ایرانی عزیز
هم میتوانین در راه رهایی مردم ایران برای انتخاب توسط ایرانیان جهان به عنوان نماینده مردم ایران خود را کاندیدا کنین و حتی اگر شخص یا اشخاصی را که برای نماینده شدن در این راه مردمی میشناسین به عنوان کاندیداهای مورد تایید خود معرفی نمایید. اگر شخص یا اشخاصی را میشناسین که مشمول کاندیدا شدن در راه رهایی مردم ایران است، جهت معرفی ایشان لطفاً از این بخش استفاده نمایید. معرفی کاندیداهای پیشنهادی. به این قسمت که وارد شویم، کاندیدا یا کاندیداهای پیشنهادی شما، مشخصات فردی شما، خواهشمند است بخش‌های مورد نظر را تکمیل نمایید. نکته مهم برای حفظ حریم خصوصی، مشخصات فردی شما به هیچ عنوان در هیچ کجا منتشر نخواهد شد. نام شما، ایمیل آدرس شما، مشخصات کاندیدا یا کاندیداهای پیشنهادی شما. خواهشمند است شخص یا اشخاص پیشنهادی خود را برای انتخاب در شورای رهبری به ما معرفی نمایید. کاندیدای شماره 1، شماره 2، شماره 3، شماره 4، شماره 5، شماره 6، شماره 7، شماره 8، شماره 9 و شماره 10. می توانین از 1 تا 10 نفر را به عنوان کاندیدا معرفی نمایید. مشخصات کاندیدای خود را بنویسین و در نهایت ارسال لیست پیشنهادی را تاچ کنید. به امید پیروزی مردم ایران بر حکومت ستمگر جمهوری اسلامی. بدرود. شب چهارشنبه توریست میپرن از روی علو، عمه خانم ز عقب، خالقزی خانم ز جلو. این یکی بچه بغل کرده و دودو میزنه، دهنه ها با دل پر بر خاله رو رو میزنه. همه از دم میارن فرد و همیشه به دهن، زردی روی من ز تو، سرخی تو با بز من. زردی روی من ز تو، سرخی تو با بز من. زردی روی من ز تو، سرخی تو با بز من. پشت سنجست میزنی دور حیات رو آتیشو، پشت او خنده زنون اهل و عیال و قوم و خیشو. تو حیات فنقلی از این همه برو بیا، خوب تماشا بکنی چه محشری گشته بپا. آن سیبیلات نسوزه روی علو مشتی حسن، زردی روی منزه تو، سرخی تو و بعد من. زردی روی منزه تو، سرخی تو و بعد من. زردی روی منزه تو، سرخی تو و بعد من. بابا نامه دوباره از سر، یالا دوباره از سر، هر نبرد اختر، یالا دوباره از سر، هر خانم منفر، یالا دوباره از سر.
کفش خانم گشته چو تیره تلگراف، با همون بر سر تو میزنه در روز مساف. از رو با تبلی پر ناز میکنه خیلی زیاد، میگه کاش که سال نو سن و سلم پایین بیاد، تا بگی پیر و جبون سن و به من جبون زن. زرگی یه روی منز تو سرخی تو و قد من، زرگی یه روی منز تو سرخی تو و قد من، زرگی یه روی منز تو سرخی تو و قد من. گلواجی از هازن و رو آتیش ها چند میزنه، با صدای نکره جیه مفصل میزنه، داریه و دمک میزنه، خدیجه با پشت لگه. زردیه روی منز تو سرخیه تو و قطع من، زردیه روی منز تو سرخیه تو و قطع من. آمین که به فیض خداوند چهارشنبه سوری هموطنان عزیز ما آتشی رو نیز آماده میکنن تا تمام تاریکی ها و سیاهی ها و ظلم و ستم رو بسوزونن. درود مجدد خدمت هموطنان عزیزمون. عزیزان این برنامه برنامه زنده هستش، در این وقت داره پخش میشه. تشویقتون میکنم هموطنان عزیز ما روی فیسبوک با دوستانتون نیز شیر کنید این برنامه رو. اگر مایل هستید مطالبتون رو بنویسید، میبینم مطالبی هم نوشته شده، البته اگر مایل هستید میخواید بخونید عزیزان، اسمشون هم بگید که اگر مایل. یکی من اجازه بدین فقط اسمای کوچیکو بگم، یکی برادر عزیز کوروش، ایشون نوشتن که افراد همین که رأی میدن و در انتخابات شرکت میکنن این خودش یک کار سیاسیه، دقیقا همینطوره. بله. از اون گذشته واقعا کتاب مقدس به ما نگفته که ما در کنار یک ظالم بریم بیستیم، بلکه ما باید روبروی ظالم بیستیم و این کار سیاسی هستش و ما خوشحالیم که این کار رو میکنیم. مرسی کوروشان. مرسی کوروشان. و همینطور خواهرمون کتایون، ایشون نوشتن هر کی که چنین طرز فکری داره بلیت بگیره برگرده بره ایران، که خب اینم واقعا سخن کاملا درستیه. درسته. من میخوام مرسی که... مرسی خواهر کتایون عزیز، ممنون از همه شما عزیزانی که مطالب نوشته بودید. شما عزیزانی که با کتاب مقدس آشنایی دارین، البته من آیات رو نمیخونم، فقط گذرا میرم چون میخوام به مطالب دیگه هم بپردازم. به یاد میاریم که اولین معجزه عیسی خداوند معجزه شراب بود. بله. عیسی خداوند در واقع آب رو تبدیل کرد به شراب. وقتی تو کتاب مقدس میخونیم میبینیم که اینا میرن به یک عروسی و اونجا مادر عیسی میاد و میگه که اینا شرابشون تموم شده و در واقع الان توی این مجلس داره یه حالتی پیش میاد که مثلا آبروی عروس و داماد میره. شاید یه همچین تشبیهی بشه که عیسی میگه خب حالا میخوای من چیکار کنم؟ و بعد با نگاهی که مادر عیسی به چشمای عیسی میندازه، ایشون میگه خیلی خوب، برین خمره هایی که هست اینا رو آب بکنید. که در اون محل 6 تا خمره بوده و افراد میرن اون خمره ها رو پر آب میکنن و میگه بعدن که پر کردین ظرفی پر کنین و ببرین پیش اون شخصی که مجلس داره اداره میکنه. و اینا همین کارو میکنن و وقتی میبرن پیش اون مجلس گردان، ایشون میخوره و میگه عجب شراب خوبیه. به. و مشخص میشه که اون خمره هایی که پر از آب شده بود به معجزه عیسی مسیح تبدیل به شراب شد. آمین. حالا شما عزیز ایمانداری که با کتاب مقدس آشنایی داری، آیا هیچ فکر کردی که چرا عیسی خداوند خودش اون خمره ها رو پر از آب نکرد تبدیل به شراب بکنه؟ یا اصلا چرا اول آب بعد شراب؟ میتونست در لحظه بخواد که تموم اون خمره ها پر از شراب بشه و میتونست چون خداوند بود. بله. ولی چرا نکرد؟ چون میخواست مشارکتی باشه. بله. همونطور که از سفر پیدایش که شما بخونی خلقت انسان برای مشارکت بود. بله. درست. خداوند میخواست مشارکت باشه، از اونا خواست که اونها هم کاری انجام بدن. چه کار کنن؟ برن خمره ها رو پر آب بکنن. بله. و خداوند معجزه خودش انجام بده. براب. معجزه دیگه که از خداوند میبینیم، معجزه‌ای بود که ایشون موقعی که همه در اون
منطقه‌ای بودن که یه تپه‌ای بود، یه کوهی بود و صحبت‌های عیسی رو گوش می‌دادن. بعداً اومدن گفتن که اینجا جمعیت زیادی هست، اجازه بده اینا برگردن برن، الان دیر وقته و اینا همه گرسنه. گفت خب خودتون بهشون غذا بدید. گفتن چجوری ما به اینا غذا بدیم؟ اصلا چیزی نداریم. تازه اگرم پول بخوام این پول زیادی میخواد. تازه از کجا تهیه بکنی؟ بله. عیسی گفت چی دارید؟ گفتن واقعا اینجا یه نفر هستش که 5 تا نون داره، 2 تا ماهی. گفت خب بیاری. 5 تا نون و 2 تا ماهی رو گرفت و برکت داد. بیش از 5000 نفر غذا خوردن و آخر سر 12 تا سبد پر شد. بله. حالا ما باید از خودمون سوال کنیم. ما وقتی میگیم خدای قادر متعال یعنی محدود نیست. براب. یعنی نیازمند 5 تا نون 2 تا ماهی نیست دقیقا. که بخواد برکت بده. این خداوند 40 سال در بیابان قوم یهود رو خوراک داد. بله. الان اینجا لنگ 5 تا نون 2 تا ماهی نیست. خداوند مشارکت رو میخواد. براب. چی داری؟ تو داشته خودتو بیار بذار جلو، برکتش با من. بله. امروز من و شما مسیحی که خواهان تغییر رژیم، خواهان سرنگونی رژیم هستیم، خداوند ایستاده که این خواسته ما رو برآورده بکنه. برابر. ولی برابر. ما چی داریم؟ بله. هیچی که نداشته باشیم، هیچ حرکتی که نتونیم انجام بدیم، میتونیم به یک مرد خدا رأی بدیم. عزیز جلال از آن خدا، یک مرد خدا را به عنوان کاندید خودمون انتخاب بکنیم که در بوشه. این سیستمی که داره پای میگیره. البته من خواهش میکنم که شما قبول بکنید. خواهش، من دعا میکنم. مرسی. الان مدت هاست میگم کلامشون بهروز جان با من در این رابطه داره صحبت میکنه و من نه بهروز عزیزم، عزیزانی از راه دور و نزدیک هستید، داریم دعا میکنیم که به فیض خداوند حتما، اگر واقعا چون باید اراده خدا رو من انجام بدم، اگر اراده خداوند باشه حتما خواهم بود در این قسمت که بتونیم در کنار خدمت اون به کلیسای مسیح نیز برای ایران و برای ایرانیا، به طور خاص برای هموطنان مسیحی که اینقدر سالها توی جفا بودن، نیز بایستیم تا مبادا نظام آینده، رژیم آینده، دولت آینده که میاد دوباره مسیحیای ما تحت فشار و جفاهایی باشن که ایمان دارم چنین نخواهد شد. بله ببخشید. بله من... این کاری که من و شما ایمان دارم، البته من نمیخوام بگم که پیر و سال خورده هستم، ولی شما از دست منم هیچ کاری بر نیاد. عزیزت دیگه تو مثل من. اینه که ما حداقل کاری که میتونیم بکنیم، به هر حال یه نماینده باید داشته باشیم. بله. و سلام. شما توی این سیستم میتونین به 10 نفر رأی بدین. میتونن این 10 نفر از موقعیت‌های مختلفی داشته باشن، فرضاً کشیش باشه، استاد دانشگاه باشه، مبارز سیاسی باشه. بله بله. هر کسی به 10 نفر میتونی رأی بدین، خودتون رو کاندید بکنید. من میخوام که با اجازه شما یه اشاره هم بکنم به ارمیا 49 و این ارمیا 49 رو دلم میخواد شما عزیزان ایماندار خوب دقت بکنید. در واقع من از روش میخوام کلامو بخورم. میدونین خوردن کلام با خوندن کلام تفاوتش اینه که شما خوندن رو میخونی میری، ولی خوردن رو میجویش. من میخوام یعنی درک درست میکنی، درک درست میکنی، چون دو تا دید هستش نسبت به این ارمیای 49. یه دید بعضی از مفسرین و معلمین کتاب مقدس میگن که در سال 597 میلادی جنگی بین بابل بله. و قوم ایلام صورت گرفته و این اتفاق افتاده، تموم شده، رفته. درست. ولی به یه نکته توجه بکنید. نکته اینه که این اتفاقی که در سال 597 میلادی افتاده و اون موقع قوم ایلام شکست خوردن، آیا اون قوم ایلام به استرالیا پراکنده شدن؟ به کانادا؟ به آلاسکا؟ به کل کره زمین پراکنده شدن؟ یا نهایتاً به سرزمین‌های مجاور خودشون و همسایگانشون رفتن؟ بعد بیاین کتاب مقدس رو بخونیم. کتاب مقدس چی میگه؟ میخونم از روش. در آغاز سلطنت صدقیا پادشاه یهودا، خداوند قادر متعال پیامی بر ضد ایلام به من داد و فرمود من سپاه ایلام را در هم خواهم کوبید، مردم ایلام را به هر سو پراکنده خواهم ساخت، طوری که هیچ سرزمینی، واو، یعنی همه جای جهان سرزمینی. اون عزیزانی که تفسیرشون بر اینه که این سال 597 این کار انجام شده خیلی روشنه،
اصلا اگه اونا میخواستندن به استرالیا، کانادا، آمریکا چجوری دارن؟ برن اصلا امکانش نبوده. مسلم ما یا باید کلام خداوند رو بذاریم کنار بگیم نه، یا اینکه باید کامل پای هر لغتش بیستید. اشاره میکنه هیچ سرزمینی نباشد که آوارگان ایلام در آن یافت نشود. من با خشم شدید خود ایلام را دچار بلا و مصیبت خواهم کرد، داریم میبینیم، بله. و ایشان را به دست دشمنانشان خواهیم سپرد، داریم میبینیم، تا به کلی نابودشان کند. من پادشاه و بزرگان ایلام را از بین خواهم برد و تخت سلطنت خود را در آنجا برقرار خواهم نمود. آمین. یه نکته خیلی مهمه، میگه تخت سلطنت خودم را در آنجا برقرار خواهم نمود. وقتی کلامو میخوری میدونی چه نتیجه میگیری؟ نتیجه میگیری که پس الان تخت سلطنت خداوند نیست. در اون سرزمین استوار نیست. نیست. برابا. تخت سلطنت کی استواره؟ شیطان. شیطان. اعمالی که میای نگاه میکنی، سیستم حکومتی رو که نگاه میکنی، میبینی این سیستم یه سیستم شیطانیه. اجازه میخوام که ما دو دقیقه فقط وقت داریم. پس ببندیم. میخوای بگو اونم چه یه دو دقیقه؟ میخواستم بگم یه اشاره برو بدیم. جغرافیای یه اشاره بکنیم. جغرافیای ببینید ما دو تا موضوع داریم. یکی وقتی میگیم مثلا ایران، منظورمون یک کشور ایرانه با قوم‌های مختلف. مثلا درسته. یه آذری میگه من ایرانی آذریم. بله. من ایرانی کردم. من ایرانی بلوچم. ما یک کشور داریم، یه قومیت داریم. در رابطه با ایلام هم همینه. ما یک قوم ایلام داشتیم و داریم و یک سرزمین ایلام. بله. ایران امروز ما در باستان نامش بوده ایلام. بله. و وسعت جغرافیاییشو اگه شما برید توی ویکی‌پدیا سرچ بکنیم اشاره میکنه، به نظر میرسد که طبق تصویر میان رودانی ها در اواخر هزاره سوم پیش از میلاد، کشور ایلام تمامیت فلات ایران را در بر می گرفت و از میان رودان تا دشت کویر و دشت لود و از دریای کاسپیان تا خلیج فارس گسترده بود. اما نفوذ فرهنگی ایلام در آن دوره بسیار گسترده‌تر از این مرزهای سیاسی و به آسیای مرکزی، افغانستان و پاکستان میرسید. یعنی در باستان یک همچین وسعتی داشته ایلام با قوم‌های مختلفی. براب. که الان کوچک شده این ایرانی که امروز داریم، اگه حواستون نباشه از این کوچکترش هم ممکنه بکنه. در نام عیسی مسیح نخواهد شد. سپاسگزارم از مهر شما، سپاسگزارم از اتاق فرمان های یاسر عزیزم که لطفی هم با ما بودن. عزیزان چون وقتمون دیگه به انتها رسیده مجبور شدیم، اما فردا نیز در خدمت شما عزیزان خواهیم بود، در این رابطه بازم صحبت میکنیم. پس تشویقتون میکنم اگر میل به این دارید که عزیزان در آینده ایران، سرنوشت آینده ایران، شما هموطن عزیز ایرانی نیز نقشی داشته باشید، روی این سایتی که برادرمون اعلام کردن برید. گفتی روی وبسایت و بنگاه وبسایت هم میتونن، یه شماره تلفنم اونجا هستش. آره. اجازه بدیم ببینم اگر دم دستتون هست این شماره رو هم عزیزان اگر میبینید براتون سخت هست، به طور خاص عزیزان که در ایران هستم، براتون سخت هستش که برید روی سایت و فیلتر میشه، میتونید روی این وبسایت برید و تماس بگیرید و رأی خودتون رو بدید. همون گونه که برادرم گفتن، اگر عزیزانی که مایل هستن به من نیز رأی بدن، میتونید رأی بدید. البته من برای این موضوع دعا میکنم با فیض خدا اگر هدایت شدم حتما در خدمت شما در اون قسمت نیز برای مردم ایران و کشور عزیزمون ایران خواهیم ایستاد. پیدا نکرد نه؟ بله. البته اگر برید دوباره اعلام خواهیم که میتونید تماس بگیرید. با تشکر از تک تک شما عزیزان که بیننده برنامه ما بودید، از خداوند میخوام که خداوند مطابق فیضش شما عزیزان رو برکت بده و با فیضش نظام اسلامی رو در ایران سرنگون کنه و با فیضش ایران عزیز ما رو به ما برگردونه و همه اینها رو در نام مسیح میطلبیم. آمین. خدا محبت است. مطابق نامه اول یوحنا 4:8 گواه بر این است که خدا محبت است. اما آنچه در نظام اسلامی در طول 40 سال با بستن دانشگاه‌ها در ابتدای به قدرت رسیدن نظام اسلامی و اعدام فریختگان کشور، شکنجه و کشتار معترضین به نام خدا، ایجاد فقر و فساد و به سرقت بردن اموال عمومی و منابع کشور به نام خدا،
و به هدر دادن منابع اقتصادی کشور در جهت ترویج ایدئولوژی خصمانه و جنگ طلبانه اسلامی. به نام خدا، تحقیر جوانان کشور، بیکاری و جلوگیری از بروز احساسات و استعداد و اندیشه آزاد که بزرگترین علت مهاجرت گسترده آنان می شود. به نام خدا، سرکوب دگر باورمندان، اعدام، ترور، زندان و شکنجه کشیشان و ایمانداران مسیحی، بستن کلیساهای فارسی زبان، حملات پیوسته به کلیساهای خانگی، به نام خدا تحمیل شده است. بر آن شدیم کمپینی ایجاد کنیم که بر در و دیوارهای ایران حقیقت یهوه خدای زنده را فریاد زنیم که خدا محبت است.